پنج شنبه 31 شهریور 1401، همزمان با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات سراسری، وزارت خزانه داری آمریکا، گشت ارشاد، وزارت اطلاعات، نیروی زمینی ارتش، نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. پنجشنبه 26 آبان 1401، وزارت خزانه داری آمریکا 13 شرکت بین المللی در امارات متحده عربی و هنگ کنگ که در حوزه فروش فراورده های نفتی فعالیت می کنند را تحریم کرد. این شرکت ها فراورده های شرکت های ایرانی تحریم شده همچون صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت ملی نفت ایران را به خریدارانی در خاورمیانه فروختند. چهارشنبه 17 اسفند 1401، در آستانه روز جهانی زن، دولت آمریکا چندین مقام و نهاد ایرانی را به دلیل سرکوب حقوق زنان و دختران در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی تحریم کرد. سه‌شنبه 1 فروردین 1402، وزارت خزانه داری آمریکا 4 نهاد از جمله مرکز فناوری دفاعی و پژوهش‌های علمی وزارت دفاع و 3 فرد دست‌اندرکار تهیه تجهیزات مورد نیاز در ساخت تسلیحات برای جمهوری اسلامی را در ترکیه و ایران تحریم کرد. چهارشنبه 30 فروردین 1402، وزارت خزانه داری آمریکا یک شبکه فعال تأمین کننده قطعات الکترونیکی ساخت پهپادهای جمهوری اسلامی را تحریم کرد. شرکت پردازان سیستم نماد آرمان و تمامی شرکت‌های سوری وابسته به آن در ایران، مالزی، هنگ کنگ و چین از جمله تحریم شدگان هستند. دوشنبه 4 اردیبهشت 1402، همزمان با اعلام تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، آمریکا هم از اعمال تحریم‌های تازه علیه 4 فرمانده نظامی و انتظامی و یکی از مسئولان سانسور اینترنت در ایران خبر داد. سه‌شنبه 9 خرداد 1402، وزارت خزانه داری آمریکا 2 شرکت خدمات مالی و چندین شهروند سوریه را که مخفیانه به نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، رژیم بشار اسد و حزب الله لبنان در ازای دریافت محموله‌های نفتی ایران تسلیحات مالی ارائه می‌کردند، تحریم کرد. پنجشنبه 11 خرداد 1402، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 5 عضو سپاه پاسداران و شرکت هواپیمایی ماهان نزدیک به نیروی قدس سپاه را به اتهام دست داشتن در یک رشته توطئه‌های تروریستی از جمله طرح ترور مقامات دولت پیشین ایالات متحده، شهروندان آمریکایی و 2 تابعیتی و مخالفان ایران تحریم کرد. جمعه 12 خرداد 1402، وزارت خزانه داری آمریکا شرکت فناوری ابر آروان را و چندین فرد در شرکت وابسته به آن را به دلیل مشارکت در سانسور اینترنت در ایران و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی تحریم کرد. سه‌شنبه 16 خرداد 1402، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه داری آمریکا یک شبکه مالی مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در ایران، چین و هنگ کنگ تحریم کرد.